سلام به شما دوستان خوبم اسم من بهتش اینجا ویدیو و خیلی خیلی خوش اومدید به پارت سوم ورکشاپ طراحی آشپزخونه که توی پارت قبلی یعنی دو تا پارت قبل مدل سازی کار رو انجام داده بودیم به صورت کامل و از این پارت به بعد میخوایم برسیم به مرحله آبجکت گذاری، نورپردازی، متریال سازی و پست و ادامه کار. حتما اگه ویدیوهای ما رو دوست دارید لایک کنید، نظرتون رو برامون بنویسید و اگه چند سابسکرایب نکردید سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزنید که از پارت‌های بعدی این ورکشاپ و ویدیوهای دیگه‌مون باخبر بشید. بریم سراغ خود ویدیو که یه سری نکات رو بهتون بگم و کار استارت بزنیم خب بچه ها توی ویدیوی قبلی ما تا اینجا کار رو پیش رفته بودیم و همونطور که گفتیم توی این ویدیو میخوایم بپردازیم به مرحله آبجکت گذاری توی صحنه که طبیعتا بعد این مرحله میرسیم به دورپردازی کار این نکته ای بهتون بگم یعنی عملا بگم برای که بخوای شما الان این پروسه رو پیش بری دو تا راه حل برای شما وجود داره اگر سیستمتون یه خورده ضعیفتر هست همین الان به نظر من نورپردازی کار رو باید استارت بزنید و شروع بکنید اگر نه اول آبجکتاتون رو وارد صحنه بکنید و بعد نورپردازی رو انجام بدید چرا وقتی شما آبجکت گذاری رو انجام بدید یه مقدار دیتیل کار بالاتر میره یه خورده بیشتر میتونید مدیریت داشته باشید به سایه ها و نورها اما اگر هم سیستمتون یه خورده میگم ضعیفتر باشه طبیعتا وقتی آبجکت بیارید و تست نور بگیرید خیلی زمان زیادی و از شما میگیره و یه خورده سخته براتون حالا من اول رو وارد سحنه میکنم و بعد میام تست نور رو میگیرم اوکی این نکته دیگه هم که اینجا وجود داره من اول میام توی لیست آبجکت ها حالا من توی پست اینستاگرام این نکته رو گفتم من همیشه فایل ها رو جوری دسته‌بندی میکنم که راحت بتونم به همشون دسترسی داشته باشم مثلا توی ایچن ورکشاپ یعنی پروژه‌ای که دارم روش کار میکنم یه فولدر دارم برای مپ یعنی مپ های رو قرار میدم داخل اون یه فولدر دارم مکس یعنی فایل مکس رو توش قرار میدم یه فولدر دارم آبجکت آبجکت ها ما قرار میدم مثلا خروجی fx بزنم میزنم مثلا fx مثلا میخوام برای لومیون اکسپورت بگیرم مثلا می اکسپورت فور لومیون و چیزای اینجوری که خیلی راحت بتونم تسلا داشته باشم روی کاری که دارم انجام میدم خب حالا من میام وارد پوشه آبجکت ها میشم و میبینی که یه سری آبجکت رو من اینجا لیست کردم چرا چون قبلا یک بار این کارو انجام داده بودم و حالا آبجکت ها رو دقیقاً میخوام همونا رو قرار بدم و حتما حتما این فایلشون هم زیپ میکنم و داخل کانال تلگرام قرار میدم که شما بتونید دقیقاً از همین آبجکت ها هم استفاده بکنید برای پروژه یه نکته کلی هم بهتون بگم خیلی وقتا شما داخل اینستاگرام یا شبکه های مختلف اجتماعی میبینید که رندرهای خیلی از افراد خیلی قویه طبیعتا چند تا مؤلفه وجود داره برای که بخواد یه نفر رندرش خیلی قوی باشه که طبیعتا نورپردازی و متریال صحنه و دور گذاری خیلی نکات مهمیه اما خب نیاز به تجربه داره و تایم خیلی زیادی باید واسهش بذارید حالا ما فرض رو میذاریم که ما اونقدر تجربه و به نوعی حرفه و تخصص نداریم توی نورپردازی و متریال سازی چی کار میکنیم که بتونیم اون رو پوشش بدیم اون نقصی که داریم و میایم با استفاده از آبجکت های خیلی با کیفیت یه مقدار اون بحث نورپردازی و ساخت متریال رو به نوعی پوشش میدیم که رندرمون خیلی جذاب بشه دقیقا کاری که من توی این صحنه هم انجام دادم اما نکاتی که واسه نورپردازی این صحنه انجام دادیم خیلی کاربردیه که بیچه قسمت های بعدی دربارهش صحبت میکنیم بریم برای ایمپورت آبجکت ها دونه دونه بعد آبجکت ها رو ایمپورت بکنیم و میگم به نوعی ایمپورت کردن آبجکت شاید خیلی کار سختی نباشه اما به نوعی ستاپ کردنش و قرار دادنش سر درست شاید برای خیلیا موزل باشه بعد سریع بیام همه آبجکت ها رو دونه دونه ایمپورت کنم و این بغل صحنه قرار بدم وقتی که این کار رو انجام دادم بیایم که با هم مثلا ستاپ بکنیم مثلا اینکه برای مثال من رندر رو باز کنم طبیعتاً پرده‌ای که من وارد صحنه میکنم سایز این نیست چه میتونیم اون رو دقیقاً بدون اینکه به نوعی اسکیلش کنیم درست اینجا قرارش بدیم که دیفورم نشه برای مثال این آبجکت فر رو چیکار بکنیم آبجکت گاز رو چیکار بکنیم اوکی پس من یه دقیقه سری آبجکت‌ها رو بیارم سرعت ویدیو رو یه مقدار تند می‌کنم که از حوصله شما خارج راشه. و بعدش بریم برای ادامه یه کار خب بچه من تمام تمام ها رو وارد صحنه کردم و نکته که الان وجود داره اینه که خب آبژکت رو وارد صحنه کردم بعد بیام حالا دونه دونه تکسیر هم ایمپورت بکنم بله اما ما چجوری این کار رو خیلی سریعتر و راحت انجام میدیم با اسکریپت ریلینک بیتمپ خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم فقط قبلش من گزینه شیفت و روی کیبورد میزنم یا رفرش میدم میبینید که تمام تکسیر خوانده خانده نشه یعنی فایل میسینگ داره به هم میده و بعد همه اینا رو بیام تکسیرهاشون درست بکنم که با اسکریپت ریلینک بیتمپ خیلی راحت میتونم این کار رو انجام بدم چی کار میکنم خیلی راحت میمونم یه فولدری که آبجکت داخلش هستش رو انتخاب میکنم خب من میام وارد دقیقا همین فولدر میشم این فولدر رو انتخاب میکنم سلکت فولدر رو میزنم ریلینک رو میزنم تعداد آبجکت ها خب خیلی زیاده دیگه میبینید با این حال بازم خیلی سریع داره آبجکت ها رو برام ریلینک بیت مپ تکسچر هاشو میاره وارد صحنه که من بتونم راحت ازشون استفاده کنم می بینید تمام تکسچر های ابجکت ها اومد برای اینکه بخوام بیام دونه دونه ابجکت ها رو الان اوکی بکنیم و بزنیم دقیقا سر جاشون من یه نکته ای اول از همه بهتون بگم و اگه دقت کرده باشید وقتی من داشتم ابجکت ها رو دونه دونه مرج میکردم وارد صحنه یکی از ابجکت ها رو دستم خورد و به صورت ایکس رف وارد صحنه شد و چون این مشکل توی پروژه اصلی برای خود من پیش اومد گفتم که دقیقا به شما بگم که چجوری میتونید این مشکل رو برطرف کنید که اگه دستتون خورد به صورت ایکس رف چجوری بتونید اون رو انتخاب کنید و پاک بکنید اگه دقت بکنید الان ابجکت من به صورت رفه و سلکت نمیشه یعنی چی مگه میشه اصلا سلکت نشه بله من های سلکشن میزنم اگه دقت بکنید میبینید اینجا ابجکت هم هر کاری میکنم سلکت نمیشه چیکارش باید بکنم کاری که باید انجام بدید چیه اونم اینکه کلید ایکس رو روی کیبورد بزنید یک صفحه سرچ برای شما باز میشه و ایکس رف رو تایپ میکنید ایکس رف سین رو میزنید دقیقا این فایل ایکس رفتون کلیک میکنید و ریموو رو میزنید خیلی راحت برای شما پاک میشه حالا من آن هاید آل میکنم و میریم سراغ ادامه ای کار، این نکته خیلی نکته مهمی بود و خیلی باهاش دست و پنجه نرم کنن که آقا چجوری باید این مشکل رو برطرف بکنیم تعداد آبجکت‌ها ها سیاده، هم یه اون آبجکت‌هایی که یه خورده سخته به نوعی قرار دادن سر جاشون رو بهتون بگم که چی کار باید انجام داد مورد اول، بریم سراغ پنجره من پنجره ها رو کجا قرار دادم؟ پنجره اینجاست فقط قبلش من یه سینک آوردم توی صحنه که فقط این شیر ظرفشویشو نیاز دارم خود سینکو اصلا احتیاجی ندارم بیم اول از همه این رو اوکیش بکنیم و قرارش بدیم سر جایی که باید باشه خیلی راحت روتیتش میکنیم و با اسنپ این وسط قرار میدیم حالا میبریمش عقب خب الان برای که من این رو بکنم اینجا میبینید که یه خورده آبجکت هم بزرگی حالا یه مقدار میکنم حتی میتونم این سینگی که اینجا قرار دادم و تو نمای تاپ بیام ورتکس هاشو اینجا سلکت بکنم یا تو ویو پرسپکتیو یه مقدار موو بکنم جلو به این صورت که بتونم اون آبجکت شیر ظرفشوی دقیقا اینجا قرار بدم حالا برگردونم به همون اسکیل قبلیش این 4 هم بزنم که خیلی راحت بتونم این کار رو انجام بدم حالا میشه با اسنپ دقیقا این کار رو انجام داد یا نه همین جوری هم که ملان گذاشتم کاملا اوکیه خب وقتی که این کار انجام دادیم بریم سراغ پنجره ها من برای پنجره ها اومدم از این دو تا پنجره استفاده کردم و این پنجره بزرگتر بزرگتره رو یه مق... الان اول دیلیت بکنم و برای این کار بیام تو ویو تاپ می‌بینید آبجکت‌هاش ای جدا اول از همه گروپ میکنم که خیلی راحت بتونم جابجاشون بکنم به این صورت وقتی گروپ کردیم یه ما ها رو جای درست قرار میدیم بیام تو ویو پرسپکتیو یه خورده اول از همه اسکیلش کنیم وقتی که اینجا قرار میدید توی صحنه من یه بار پنجره فایلمو رو باز بکنم میبینیم که بله دستگیرش این سمت پس جهتش رو درست قرار دادیم الان تقریبا پنجره جای درستی قرار دادم اما یه مشکلی که اینجا وجود داره چیه بیم از این زاویه هم درست قرارش بدم و حتی یه خورده بش بکنم بیرون چون خب یه فاصله خیلی کوچیکی اینجا باشه می‌بینی فاصله خیلی بعدی میده به کارم اوکی اگه میگم دقیقا فلت و همسط با این دیوارم قرار بدم خیلی جالب نمیشه وقتی که این کار انجام دادی میبینیم که این مقدار پنجرهمون زده بیرون چجوری میتونم این مشکل رو برطرف کنم خیلی راحت با مادیفایر FFT FFT خیلی بهتره تا اینکه شما بخواید اسکیل بکنید و میبینید با اسنپ هم دقیقا میتونید فیکس بکنید کارتون رو به جایی که هستش خب این برای پنجره این قسمت و برای پنجره بالا هم دقیقا میگم این یکی آبجکت رو اینجا قرار میدم و خیلی راحت سایزش رو درست میکنم حالا نکته ای که اینجا وجود داره اگه شما بتونید دو تا آبجکت رو همزمان با هم بیارید یه مقدار بهتره چرا چون به دلیل اینکه یه مقدار احتمال داره موقع اسکیل و اسنپ کردن دقیقا میبینید هم نباشه حالا تو این آبجکت اوکی مشکلی به وجود نمیاد اما تو خیلی از کارها احتمال داره به درد سر بیفتید اما الان تقریبا کار من درسته حالا دقیقا از این دو تا آبجکتی که اینجا دارم یه اینستنس میگیرم میتونم اینستنس بگیرم و با اسکیل بذارمش دقیقا جای درست یا اینکه نه مثلا اینستنس نگیرم و با اسنپ و با اف اف تی بیام این کار رو انجام بدم حالا فکر بک میکنم الان با اسکیل هم تقریبا به یه نتیجه بهم به هم برسه یه نتیجه رو برسیم بهش الان اوکیه یه خوردم بیشتر مو بهش میکنم عقب که خیلی کارم دقیق فیکس بشه میبینید خیلی راحت تونستیم این کار رو انجام بدیم حالا برای آبجکت پردم دقیقا همین کارو انجام بدیم من ایزوله میکنم گروپش رو اوپن میکنم آبجکت هایی که نمیخوام و دیلیت میکنم و فکر میکنم از این استفاده کردم بله و اینم دقیقا با همون روش FFT میام اساین میکنم و الاینش میکنم اولا به جایی که هستش یه خورده موف میکنم پایین میام تو ویوپورت ویو ها ویوپورت تاپ بشه عقب این از هاتکی برای ویوپورت ها استفاده میکنم خیلی به هم کمک میکنه میام توی این زاویه و به این آبژکت هم FFT نسبت میدم الان درست شد یه خورده مووش بکنم بالا خیلی راحت تونستم این کار رو انجام بدیم حالا بیم توی آبجکت هم میبینید دقیقا تا این لباس منم دق... تقریبا سعی میکنم این کار رو انجام بدم حتما با اف اف این کارو انجام بده چون اگه الان من بیام همین آبجکت رو اسکیلش بکنم هم از بالا هم از پایین اسکیل میشه وقتی که اسکیل میشه حالا دوباره با مووش بدم بالا چه کاری دو تا مرحله کار بخوام انجام بدم با اف خیلی راحت به همون نتیجه که بخوام میرسم دقیقا از همین آبجکت هم, میتونم بیام اینجا حالا من از این آبجکت هم یه کپی میگیرم که بعدش بیام با اف اف این کار انجام بدم از کمک میگیرم برای اینکه بخوام جایگذاری درستی داشته باشه آبجکتم حتما سعی کنید برای آبجکت گذاری کارتون یه مقدار بیشتر از حالت معمول وقت بذارید طبیعتا به نتیجه که میخواید میرسید دقیقا مثل همین موف کردن خیلی کوچیک این پنجره به سمت عقب خیلی میتونه بهتون کمک بکنه همین اسکیل کردن و کردن و خیلی به کارتون کمک میکنه حالا من پرده رو فعلا اینجا قرار میدم حالا بعد موقع تست اگه دیدیم خیلی جالب نشد یه جابجایی جایی توی اون صورت میدم خب بریم برای ادامه ی ها برای ادامه ی ها مثلا این دقیقاً این که اینجا هستش رو بیام قرار بدم فقط سایزش یه مقدار بزرگه میام یعنی اینجا قرار میدم ویو ها کمک میگیرم مووش میکنم پایین یه مقدار اسکیل و یه همچین زاویه یه مقدار تو این زاویه اسکیلش میکنم یه کار اصلی فاصله خیلی کمی داره و این نوری که اینجا هست میبینید این هایلایت های خیلی کوچیکی که اینجا برای من ایجاد کرده خیلی تاثیر میذاره روی کارم خیلی نکات مهمه برای اینکه کار شما بود بگیره و تاثیر بذاره روی کارتون من اصلا میام هم همین اول کار یه دوربین خیلی ساده ستاپ میکنم توی کارم که مثلا وقتی آبژکت جایگذاری گذاری کردم چیکار کنم خیلی راحت بتونم از زاویه دوربینم به نوعی آبژکت ببینم و دوربین رو قرار میدم توی صحنه سلکت کامرا این کلیپینگش رو فعلا تن و هم یه مقدار جا جا بکنم بذارم روی کاستم و همین یک ممیزه یک ممیزه چهار فکر میکنم اوکی باشه یک نقطه تقریبا حالا یه همچین زاویه‌ای باشه حالا میگم یه خورده بعد کار داره کادر بندی کار ما فعلا به صورت دیفالتی یه همچین چیزی قرار میدم برسیم به آبجکتمون آبجکت هم یه مقدار جا داره که اسکیل بشه یه مقدار موو بشه بالا این سمت تقریبا اوکیه فعلا اوکیه حالا میگم باز میتونی من نظرم اینه که یه خورده مو بکنم پایین کارم و یه مقدار بیشتر اسکیل بشه و بیام یه اف هم حتی بهش نسبت بدم یه مقدار دفورمه میشه کارم یعنی میگم توی این کار توی این آبجکت من بهش اف اف نسبت دادم اما خیلی یعنی اصلا مشخص نیست چی کار کردم یه خورده سعی کردم اغراق نکنم توی استفاده از اف اف دیگه یه حد خیلی کم که فقط آبجکتم به نوعی توی آبجکت هم نباشه این از این آبجکت بقیه آبجکت های توی صحنه جایگذاریشون دیگه خیلی راحته فقط نکته ای که اینجا وجود داره مثلا آبجکتی مثل گاز واقعا کار نداره اگه دقت میکنید مثلا من اینجا آبجکت گاز رو قرار دادم میام اینجا خیلی راحت روتیتش میکنم این افشار رو میزنم که بتونم با اسنپ جای درستی قرارش بدم بیم تو ویوپورت تاب دقیقا این جایی وسط حالا اگه سایزش یه خورده بزرگ بود میتونید یه مقدار خیلی کم اسکیلش بکنید الان اوکی فقط نکته ای که الان اینجا وجود داره میبینید که آبجکت گاز من خوب یه مقدار الان بیرون زدگی داره دیگه کاری که باید انجام بدم الان این زیر آبجکت من میبینید یه مقدار خالیه این قسمت رو باید پر بکنم چجوری میتونم این کار رو انجام بدم یا اینکه بیاید اول آبجکتتون رو ادیت بزنید یا اینکه بیاید کابینتتون رو این قسمتش رو خالی بکنید که ما اه, کابینت رو خالی میکنیم خیلی راحت تره چرا چون اگه بخوام الان این آبجکت رو من قسمت پایینش رو پر بکنم میبینید بخش ها خیلی زیاده اگه بخوام یا پالیگان ها رو سلکت بکنم زمان خیلی زیادی از من میگیره یا حتی بخوام اگه ها رو انتخاب بکنم میبینید شاید هم با ها بشه به نتیجه رسید اگه دفورم نشه آره با بردر هم حتی میتونیم به نتیجه برسیم میبینید یه فاصله اوکی میکنه و اینجوری میتونیم قرار بدیم اما ما کابینت هم خالی میکنیم از توی کار که ببینید که اصلا کار سخت و پیچیده ای هم نیستش من قسمت رو انتخاب میکنم میام یه کانکت اینجا میزنم دو تا کانکت میزنم فاصله روی رو یه حد اوکی قرار میدم میام دقیقا جای درست فیکسشون میکنم فعلا اوکی میکنم که بعدش بیام دیگه خودم دستی خیلی راحت اینا رو سلکت بکنم موف میکنم تقریبا اینجا این رو هم همینطور و اجهای اینجا رو هم. یه کانکت میزنم دوتا دو کانکت میزنم این وسط قرارشون میدم کیل اف سه کیبوردم میزنم که بتونم ببینم بخش های کارم و این رو اینجا قرار میدم و این رو هم تقریبا اینجا خب نکته ای که الان وجود داره مگه یه سینک هم هاید بکنم اما اینجا تونستیم یه بخش بندی درست بکنیم چجوری میتونیم اوکی بکنیم این قسمت کار رو خیلی راحت مگه ابجکت انتخاب بکنم ل. چاره کیبورد رو بزنم البته این اجای این پایین هم حتما باید استاپ بکنید با اینا میبینید کاری که بعد انجام بدم این دو تا پالیگان رو انتخاب میکنم میتونید با شیفت که اگه کار نکرد یعنی اسمارت اکسترود براتون کار نکرد میتونید بریج بزنید خیلی راحت این قسمت برای من خالی میشه پس اگه الان من آنهاید هاید آلو بزنم و آبجکت گازم و قشنگ بیم این پایین قرار بدم فیکس فیکس کارم میشه و دیگه هیچ مشکلی برای آبجکت گاز ندارم برای بقیه آبجکت هم همینطوری این هودم یه مقدار از بخوام آبجکت فرم یه مقدار شاید سخت باشه برای بچه ها چجوری اون رو بتونید دقیقا اساین بکنید سر جایی که هستش میگم حتما سعی بکنید که یه مقدار وقت بذارید برای آبجکت گذاری توی سحنتون یه مقدار شاید حسل سرور باشه اما طبیعتا به نتیجه دلخواه میرسید من میگم یه مقدار اضافه رو دلیت بکنم حالا اه... اپ... میتونستیم این کار انجام دادیم حالا فعلا من انجام دادم میتونستیم دقیقا با بخشمندی اضافه کردن خیلی راحت مشکل رو برطرف کنیم خب الان که به اینجا به اینجا کار رسیدیم میبینیم که توی رندر کار ما چی کار کردیم اگه دقت بکنید گفتیم که این زخامت در کابینت اینا ده سانتیمتره اما توی آبجکت فر من اینا هم تره ده سانتیمتر قطعا نیست 5 سانتی متر در نظر میگیریم پس میام یک فریم و یک قاب برای این درست میکنیم و ابعادش رو 5 سانتی متر در نظر میگیریم خیلی راحت از این آبجکت کپی میگیرم سعی میکنم از این آبجکت ها میام کپی بگیرم چرا چون اینا 70 سانتی خیلی هم فرق نمیکنه در کل باید ادیتو بشه حالا از همینا کپی میگیرم حتما اگه اینستانس کپی بگیرید بخواید الان تغییرات روی اون ایجاد بدید به دردسر میافتید میام روی ادیت پالی و ورتکس ها اینجا رو انتخاب میکنم در راسته 5 پنج سانتیمتر موش میکنم عقب به این صورت و ایزوله میکنم اینا رو با اسنپ موش میکنم اینجا در راسته منفی دو میلیمتر دقیقا اون بحث دو میلیمتر رو هم اینجا طبیعتا پیاده سازی میکنیم از این آبجکتی که اینجا داریم اینو اینستنس میگیرم چون اینم میخوام 5 سانتی متر باشه بیام تو ویو پرسپکتیو اسنپ کامو اینم دو بیلیمتر به این صورت وقتی که این کار رو انجام دادیم از این آبجکتی که دارم میام یه کپی به این صورت به صورت کپی حتما سنپ بذارید اینا رو با هم همه رو ایزوله کنم که یه خورده راحت تر بتونم قشن روی این قسمت فقط کار کنم و ورتکس ها و اجایی خیلی زیادی نداشته باشه کارم سنپ میکنیم در راسته منفی دو میلیمتر این رو هم دقیقا همین کار انجام میدیم میگم یه مقدار شاید میگم حوصله سرور باشه باز همین مرحله آبجکت گذاری و ستاب کردنش اما واقعا میارزه به وقتی که میذارید خب الان تقریبا تمام شد اون 5 سانتی متری که نیاز داشتم ایجاد کردم میام سراغ آبجکتم آبجکتمو میخوام اینجا فیکس بکنم چی کار میکنم خیلی راحت با اف اف تی حالا اف اف تی دو در دو تق... تقریبا توی اکثر این آبجکت ها به من یعنی اوکی بوده و هیچ مشکلی برام به وجود نیبرده اسنپ مجدد این رو همینجا اسنپ و طولی و ارزی هم اصلا اسنپ میکنم دوباره اصلا طولی ارزی هم هم توی هم نرفته باشه فقط یه مشکل خیلی کوچیکی که اینجا آبژکت هم داره چیه؟ اینی که این پشت آبژکت هم میبینید اینجا خالیه این حالا میتونستیم اون قسمت پشت رو پاک نکنیم حالا خیلی ایراد نداره بیام این آبژیکت ها رو انتخاب بکنم پا یه کپی بگیرم پایین رو یه باکس پور بکنم یا اصلا برای مثال یه ادیت فایلی به این آبژیکت نسبت میدم این دو تا سلیکت کانکت سنپ این زیر این چهار اکس سنپ اینجا میبینید خیلی راحت میتونیم این مشکل برطرف کنیم الان تقریبا میشه گفت آبجکت فرم اوکی شد حالا توی کار اصلی اگه دقت کرده باشید دقیقا یا نه تقریبا یه مقدار خیلی کم بیرون زدگی داره آبجکت فرم هم. توی این کار یه مقدار الان فکر میکنم بیشتره و این بیشتری هم فکر کنم اصلا کارو جذاب تر بکنم میگم یه بود خیلی کم داره یه خورده دیگه هم میتونیم موش کنیم آقا الان تقریبا اوکی بقیه آبجکت هم که اینجا وجود داره دقیقا مثل این آبجکت که اینجا هست فقط با مثلا الاین کردن مو روتیت اسکیل خیلی راحت میتونید این مشکل رو برطرف کنه دقیقا جایی که میخواید قرار بدید با, با الاین خیلی راحت به نتیجه میرسید من هم خیلی راحت با الاین تونستم این کار رو انجام بدم دوباره مثلا بیام تو ویو بورد دوربین آبجکت یه بار کارمو ببینم مثلا اینجا قرار گرفته تقریبا لبه ای که اینجا هست دقیقا در راستای این کابینت میام این جزئیات خیلی ساده کمک میکنه به کارمون حالا من میام یه بار دار سرعت ویدیو رو الان تند بکنم و بقیه آبجکت ها رو هم قرار بدم سر جاشون و به نکته خیلی مهمی که رسید حتما دربارهش توضیح میدم خب بچه الان تقریبا داریم میرسیم به آخره مدل سازی و آبجکت رو توی صحنه و تمام آبژیکت هایی که نیاز بود رو من قرار دادم سر جایی که بعد قرار بگیره متناسب با رفرنسی که دارم چند تا دا نکته مونده یکی ای اینکه داخل قفسه ها با پر بشه که حالا میتونه ظرف و ظروفتون حالا بلور باشه مثلا سفید باشه که من سفید و بلور رو قرار دادم و هر چیزی که اینورم قرار میدید دقیقا میتونید اینور قرار بدید که به نوعی هم باشه کارتون سبک‌تر باشه چون این سمت کار خیلی دیده نمیشه اما توی زاویه های دیگه رندر دیده میشه اما بازم میگم خیلی شاید های اهمیت نباشه که مثلا توی این زاویه میبینید دیده میشه که دقیقا همون ها هم هستش حالا من برمیگردم همون رفرنس قبلی و توی اینجای کار چی کار میکنیم نسیم به دسته های کابینت دسته های کابینه هم دقیقا سعی کنید این این قرار بدید فقط نکته ای که اینجا وجود داره من یه خورده ادیت زدم روی دسته کابینت ها که حالا شما هم دیدین برای اینکه بخوام دقیقا اون رو فیکس کنیم سر جایی که باید باشه اول از همه میایم وسط این قرار میدیم و اسنپ هم وسط این میید خیلی راحت فقط الان اسکیلش خیلی بزرگه همین کاری که باید انجام بدید میید دقیقا راسته های دستا رو من سعی میکنم درست قرار بدم که مشکلی برنخورم نخورم الان دقیقا دسته کابینت هم اینجا اوکی حالا یه مقدار سایزش رو ببینیم که تقریبا میشه گفت اوکیه فقط نکته که وجود داره من متریال دسته کابلت ما عوض کردم همین الان میان متریالش رو عوض میکنم یا یعنی نه میتونیم اینو بذاریم دقیقا وقتی که رسیدیم به بحث متریال سازی عوض بکنیم که یاد بگیریم که چجوری میشه متریال های آبجکت کرد عوض کرد حال خیلی وقتا هست ما آبجکتی که توی صحنه میاریم رو دوست ندارید اون متریالی که هستش و بعضی وقتا برعکس یه متریال یه آبجکت دوست داریم میخوایم وارد صحنه کنیم و به یه چیز خاصی نسبت بدیم این از این. برای ادامه کار اینستنس کابینت بعدی این سمت کاره شما الان تقریبا همه آبجکت های توی صحنه رو ایمپورت کردیم و دقیقا جایی که باید قرار بگیره قرار دادیم حتما این فایل های آبجکت ها داخل کانال تلگرام قرار بدم که شما بتونید از این آبجکت استفاده بکنید حالا به دلخواه اگه دوست داشتید این آبجکت ها رو میتونید عوض بکنید مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید توی پارت بعدی این ورکشاپ میپردازیم به نورپردازی متریال سازی و خروجی که قرار از این کار بگیریم حتما اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید نظرتون رو برامون بنویسید و سابسکرایب کانال ما رو فراموش نشه تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار